با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه است 17 از ماه می سال 2010 میلادی. در روزهای دوشنبه معمولا در باب مغالطات صحبت میکنیم. امروز در باب اون چه آغاز کردیم در هفته گذشته، در باب خصلت های استبداد صحبت میکنیم و بعد هم اگر وقتی بود میپردازیم به در واقع پارامتر دیگر این استبداد. یک سو استبداد هست و استبدادیون، یک سو فرهنگ عمومی و مردم. اجازه بفرمایید که یک غزل از خواجه حافظ شیرازی به شما تقدیم کنم. ای هدهد سبا به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و سبا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کاینه خدای نما میفرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هن که اسب و قبا میفرستمت. خدمت شما عرض کنم که غزل حافظ خدمت شما خوندیم. یک گروهی هم هستند البته از این اسلامیون، ازی بدید عرض کنم که این اسلامیون و این جمهوری پربرکت تا اونجایی که توانسته نفی این فرهنگ این سرزمین رو کرده، که حالا اون چی پیش از اسلام بوده است عرض کنم که زلالت بوده است و جهالت بوده است و اینها، پیدا به همین عقیده است که این فرهنگ ایران باستان رو همواره اینها کوبیدن. و اگر نتوانند مطلبی رو نفی بکنن و از میان بردارن، که البته اینها قلم به مزدون دارن، مثل همون مرد محترم پور پیرار، این مرد نمیدانم تزویرگر واقعا نیرنگ باز، اینها نتوانند بعد اون رو چیکار میکنن؟ مصادره میکنن به نفع اسلام. اینها دیدن که فردوسی رو نمیشود نفع کردن این فرهنگ، آمدن و مصادره میکنن که بله از بام تا شام این ذکر ثنای خاندان اهل بیت میکرده است. در حالی که شما شاهنامه رو نگاه بکنید، انگیزه این مرد بزرگ از بیت نخستین معلوم است. این در واقع خود کتاب به عنوان یک پدیده فرهنگی در نفی و انکار این عرض کنم دوستان مدینه بوده است که آمدن در این کشور و این کارا رو کرد. و حافظ دوستی زنگ زدن که آقا یک عده هستن که نمیدونم نوار پر کردن فرستادن، که بله این حافظم هر شبت که از اونهایی بوده است که از بام تا شام قرآن میخونده و نمیشه میکرده و اینا. خب هر که آزاد هست حرفش رو بزنه، اما حقیقت امر این هست که حافظ مرد متفکری است. بله قرآن هم میخوانده، اساسا قرآن خانی در مدارس چیز دیگری نبود، فیزیک اتمی که درس نمیدادن در این مدارس، که در این مدارس مبالغ عربی بود و صرف و نحو بود و عرض میشود که در روزگاری منطق ارسطو بود و اینها. بعدش هم که این فلسفه و منطق رو تعطیل کردن حدود قرن ششم، همینش باقی مانده بود، صرف و نحو و عربی و قرآن و این چیزها میخواندن. اینا مهم نیست، مهم این است که ما وقتی به حافظ نگاه میکنیم چه منظری رو از زندگی میبینیم. نگاه حافظ به جهان چگونه است؟ این مرد فیلسوفی است، بیزار از قشقیگری است، بیزار از شیخ و ملا و آخوند و این چیزهاست. و در این 500 غزلی که از او به جای مانده، حالا 490 تا 500 غزل،
خب یک بارم میآمد، خب یک متعلی میکرد، یک بارم اسم رسول رو میآورد. و من یک کتاب دارم، یکی از علمای بزرگ شیعه نوشته و از ابتدا تا انتها با ادله خیلی خوب ثابت میکنن که حافظ ملحد بوده و کافر بوده. آخه این که میگویم اسلامی، اسلامی داره یک معنی است. آدم اسلامی یعنی که اول به اصول دین معتقد باشه. حافظ به هیچ کدوم از اینها اعتقادی نداره. فرصت شمار یارا که از این دراه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. آدم اسلامی که اینجوری حرف نمیزنه که. آدم اسلامی معتقد به اصول اسلام میگوید بله ما روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. اونجا میرویم خدمت مولا علی، اونجا اون یه کمچه هم به کمرش هست، اونجا آب کوز کوسری هم میخوریم و هر چقدر هم جنایت کرده باشیم ایشون پارتی میشه، ما رو میبره بهشت، حوری میده. خدا هم مطلبی نیست. اونجا که علی پشتیبان ماست، خدا کاری نیست که. اساسا اساس کار جهان در دست علی است. خلقت جهان علی است، خدا تقلبی است. بله. و شما اگه حافظ از ابتدا تا انتها بخوانید، از شبت که در میابید که مردیست فیلسوف، کاملا نگاهش فلسفیست به جهان و هیچ کدوم از این چیزهای دینی رو قبول نکرده. مولانای بیچارم همینجوری بوده، حالا گذشته آخوندی داشته. بعض اوقات این عرض میکنم ذهنیت آخوندی رو شما میتوانید در مثنوی پیدا بکنید و کلمات، بعض کلمات رقیق که اینها در واقع یادگار همون آخوند بودن این مرد بزرگ هست، چون مرد حکیم زشت صحبت نمیکنه و بعضی چیزها و تمثیل و اینها به جهتی که در این محیط بزرگ شده. شما واسه در نظر داشته باشید که آدم ها چه روزگاری میزیستن، در خانواده ها چه مباحثی بود، در مدارس چه مباحثی بود. اما اون مولانایی که ما میپسندیم و دوست میداریم، شهرتش نه به خاطر اسلامی بودنش و نماز و روزش و اینهاست، به واسطه چیزهای دیگری است، به واسطه اون رقتی است که در حس او پدید آمده، به واسطه اون تحولی است که در روح او به وجود آمده. به واسطه عرض میکنم که در واقع قصه عشقی است که او میکند. اینهاست. وگرنه خب چه تفاوتی است بین حافظ و مولانا و ملا باقر مجلسی؟ ملا باقر مجلسی جان مطلب دیگه از نظر شیعه. این است که اینها مغالطه است، البته اینها مغالطه است. یک رباعی سست بیهوده بسیار 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 مبتذل در دیوانهای حافظ هست. از کنن مردیز کننده در خیبر پرس، اوصاف کرم ز خواجه قنبر پرس، گر تشنه فیض رحمتی ای حافظ. نمیدونم چیزو نمیدونم خواجه قنبر پرس یادم برد، انقدر محمل مزخرف هست. خب این رباعیست که حالا معلوم نیست باید حافظ بیچاره باشه. بسیار هم شعر سستیست. بهترین اشعار حافظ عرض کنم که غزل‌های اوست. استاد حافظ نه تخصصی اونچنان در قصیده داشته است، نه تخصصی اونچنان در رباعی، و اشعار خیلی سستی هم هست در دیوانش اینها. اما از ابتدا تا انتها که حافظ خدمت شما عرض کردم، حداقل 70 بار این اساطیر ایرانی رو نام برد، کیخسرو و افراسیاب و رستم و بیژن و اینها، به خصوص جم، و همچنین از اساطیر قوم سامی مثل موسی و عیسی و اینها نام برده، اما یک بار این اسم رسول نیاورده در کتابش. اینا دلیل چیست؟ دلیل علاقه است؟ بله. این هم از این. همطور که در اخبار شنیدید هموطنان گرامی، امروز من ساعت 4 صبح خوابم نمی‌برد، رفتم این هافینگتون پست رو نگاه کردم، دیدم اونجا آمده است که این رئیس جمهوری برزیل که به ایران رفته با اون آقای عرض کنن که رئیس جمهور ترکیه که گفته بود من به ایران سفر نمی کنم، و بعد گفتن آقا بیا ما به شما جواب مثبت می دهیم، آمدن و میگویند موافقت کردند که این مقدار اورانیوم که در اختیار آخوندها هست این رو ببرن بدن به ترک ها، اونها نگهداری کنن به عنوان یک امانتی از سوی آخوندها، و بعد به جای آن اونها میله های سوخت اورانیومی بدهند برای اون ریاکتوری که در نمیدونم دانشگاه فلان هست. این یک صحبتی است فعلا، هیچ هم بعید نیست به جهت اینکه اینها
از هر طرف تحت فشار هستن، اوضاع اقتصادیشون بسیار خراب هست، از شبه که خیزش های ملی هم هر روز یک جا هست، به جنایت و کشتار هم ادامه میدهن، مردم از اینها روگردان شدن و این در واقع تحریم های جدید خیلی سخت بود. احتمالاً اینها ممکن است یک نرمشی نشان بدهن، اما من گمان نمی کنم یک سره اینها با حسن نیت و صداقت بخواهند با این دنیای خارج تماس بگیرند. حتما یک خدعه‌ای در کار باستی باشد. حالا ببینیم این خدعه کجاست. احتمال این که بخوان دفع الوقت بکنن، دوباره یک 6 ماه دیگر اینها رو بدوانند و بعد آخرش هم یه روز علی خامنه ای عوام رو جمع بکند مرگ بر آمریکا بگوید هست. احتمال این که اینها این چرخه های سوخت رو، این سنتریفیوژ ها که دارن، اینها باز در زیر زمین ها یک جایی ادامه بدهند برای تغذیه اورانیوم به منظور دستیابی به یک بمب کوچک اینها هم هست. ولی این خبری بود است که عرض شود که ما شنیده ایم در هافینگتون پست و بی بی سی و اینها آمده است. کاخ سفید، دولت آمریکا هیچ گونه عکس العملی نشان ندادند، چون باور نمی کنند که آخوندها هم راست بگویند و به قولشون عمل بکنند. منتظر عمل باقی موندن ببینن اینا چه کار خواهند کرد. البته مطلب به این سادگی نخواهد بود، دفع الوقت ها خواهد شد. اینا قریب 6 یا 7 سال هست که عرض کنم که جریان دیپلماتیکشون آغاز شده و به نتیجه هم نرسیده است. این هم یک خبر دیگر هم پیشنیدیم این است که یک زندان به مبارکی و ممنت و برکت دولت اسلامی به گنجایش 10,000 نفر اینها دارن میسازن. بله، ما دانشگاه هامون به درد نمیخورن بیدر و پیکر، اما ماشاءالله به زندان هامون چه زندان های محکمی داریم. هنوز از زندان های ایران یکی ندن سه فرار بکن. اینقدر زندان هامون خوب و محکمه، ماشاءالله دیواراش بلنده و اینا. بعد از کشتن اون چند جوان رشید ایرانی کرد، کردستان به حالت تعطیل بوده البته، و من فکر میکردم که با این جنایت همه ایران به حالت تعطیل در آید. این مشکل کرد و ترک و فارس نیست، یک مشکل انسانی است، مشکل مملکت ماست، استبداد. و عرض کردم خدمت شما زمانی اینها ایجاد رعب میکرد اینجور کارها، کما اینکه مشهور است که خمینی دستور داده است به خلخالی که ما در شیراز آدم نکشتیم، برید چند نفر بکشید. اینها هم بترسن، فکر نکنن که ما نمیکشیم. خلخالی هم رفته و برابر گزارش شاهد عینی میگوید آمد به داستان گفت این 14 پرونده رو به من بدهید، یا 12 یا 14. گفت آقا برای چی من پرونده به شما بدهم؟ ما اینها رو محاکمه کردیم و نمیدونم محاکمه شدن، در زندان هستن اینها. گفت نه. بعد با خواستار آمد در زندان عادل‌آباد، این 14 نفر رو صدا کرد که میان اینا یک زن آبستن هم بود به نام شهلا گوهل که یهودی بود، و یک نفری که یک جوکی گفت به خلخالی، اون رو هم آوردن که کنار دیوار گذاشتن و تیربارون کردن که بترسن. این شیوه رو از همون دوستان مدینه اینا بلد بودن، اما دیگر کار نمی کنن. یعنی به ازا هر یک نفر که کشته می شود، این دریای مواج خون که بین این حکومت و مردم هست خروشانتر می شود و اینها در واقع سقوط خودشون رو نزدیکتر می کنند. این داستان به خصوص این جنایت اخیر که اینها هیچ گناهی نداشتن، هیچ بدرکی علیه اینها نبود. و من عرض کردم خدمت شما که یک روزی باعث این خشونت ها و این آدم کشی ها در این کشور ما از میان برود، و تا زمانی که استبداد هست، البته استبداد بایستی مخالفان خودش را بکشد و از میان بردارد. بدترین چیزی که ممکن است شما از یک کشور سیستم استبداد خواهید آقا اعدام ها را قدغن کنید، امکان ندارم چیزی. هفته گذشته از کتاب استبداد در ایران نوشته حسن قاضی مرادی، خیلی تحقیق خوبی است. ما اینجا خدمت شما، البته مطالب کتاب را ما به طور پراکنده خدمت شما عرض کرده بودیم، اما چند خصلت به استبداد مترتب هست. یکی عرض کردم که ترفند زدن و وقتی به قدرت رسید توطئه
یعنی از بام تا شام مستبد داره علیه آزادی خواهان و مردم توطئه میکنه. به جهتی که هیچ چیز شفافیتی ندارد، همه چیز پشت درهای بسته و از طریق توطئه و پنهانکاری انجام میشه. خرید اسلحه، فروش نفت، جنایاتی که انجام میدن، معاملات با خارج، اینا هیچ کدوم ملت در هیچ کدوم از جریانات نیستن. به محض اینکه تعداد آزادی خواه هم پیدا بشود و اداره جاسوسی هم در واقع جزء لاینفک سیستم استبدادی است. سیستم استبدادی بدون جاسوس عمل نمی کنه. شما اگر تاریخ اسلام رو بخوانید ببینید که از وقتی دوستان مدینه هم جاسوس گمارده بودن در اطراف، اخبار رو می دادن. یکی از جاسوس های بزرگ که در اونجا بود همین سلمان فارسی خودمان بود. خب اخبار می داد. جاسوس با جاسوس ها اطلاعات کسب می کنن و بعد مبتنی بر گزارش جاسوس ها اونجا توطئه می کنن علیه مردم. و توطئه علیه آزادی خواهان و مردم ایران بعد از روزگار مشروطه بسیار بیشتر شده، به جهت اینکه یک نسیمی از آزادی وزیدن گرفت و آزادی خواهان پیدا شدن. این است که بخش مهم از این توطئه‌گران مستبد در پشت دیو درهای بسته توطئه علیه آدم هاست که چگونه اینا را از بین ببرد. من فکر میکنم ده ها نشست انجام شده است قبل از اینکه قطعه‌های زنجیره انجام بشود در حضور جناب آقای خامنه‌ای متذله العالی که بله چگونه بکشید، چگونه بزنید، چه کسی رو با چاقو بکشید، چه کسی رو نمیدونم، و توطئه‌ای که برای کشتن روشنفکران و نویسندگان کردن و اون داستان‌ها که همه شنیده ایم، اینا داستان توطئه بوده. پس توطئه و داشتن دستگاه‌های جاسوسی اینها جزء لاینفک خصلت استبدادی است. و شروع کردیم از مونولوگ در مقابل دیالوگ. عرض کردم خدمت شما که در سیستم استبدادی دیالوگ وجود نداره. من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما مشرقی ها مخترع استبداد هستیم. حالا امروز اگر فرصتی شد میپردازیم به این امر که ما به عنوان مردم، یعنی یک معادله است در واقع، یک سوی اون کسانی هستند که طرفداران نگهداشت قدرت و تحمیل به مردم هستند و یک سو هم مردم هستند. فرهنگ عمومی ما استبدادی است هموطن. فرهنگ عمومی ما استبدادی است. این است که نتوانستیم تا به امروز، حالا تا به این لحظه از بحث‌های ما در این چند سال، ما از مستبدین گفتیم، از مستبدین قدیم و مستبدین جدید و دستگاه‌های سانسور و دستگاه‌های اختناع و کشتار و شکنجه و همه اینها رو گفتیم. بعد نیست به خودمان هم یک نگاهی بکنیم ببینیم ما میراثدار چگونه فرهنگی هستیم بر روی هم. آیا ما داره یک فرهنگ آزادی خواهانه هستیم یا یک فرهنگ استبدادی؟ من فکر میکنم که در این کشور آمریکا که حالا 300 میلیون هست، فرض کنیم اینا 200 میلیون نفر اینا آدم های عاقلی باشه، بیان بگوین که آقا ما 1 میلیون دلار به شما میدهیم اما مملکت شما دیکتاتوری میشه، اینا فکر نمی کنم خیلی زیاد باشن آدم هایی که این پول را قبول بکنن. اما به ما بگوین چه؟ واقعا این رجال ما نشان دادن که خیلی ارزان می فروختن این داستان آزادی به مملکت ما. بزرگترین به زنگاه مجلس پنجم بوده، یک کشوری بود که یه قانونی به زحمت و بیچارگی و بدبختی با بیپولی مطلق، هیچی نبودیم در این مملکت، نفت نبود، این کرافر همه از این چربشک نفته و من متاسفم که هیچ کاری برای مردم نشد. عرض کردم نگاه کنید به این ارقام صادرات ایران با زمان مظفرالدین شاه، همون یکیست، همون پشم و پوست و روده و پسته و قالی و نفت. این ارقام مظفرالدین شاست. امروز هم پشم و پوست و روده، با این تفاوت که قالیامون بد شده پشم و پوستمون هم کم شد.
نفتمون هم داره تمام میشه. هیچ کاری نکردن برای آینده کشور، طرحی، صنعتی، چیزی. همون بوده. فقط ادعا کردن و منت بر سر مردم گذاشتن و یه چهار تا جاده کشیدن و اینا، رنگ و روغن زدن به در و دیوار. اون که لازمه این مملکت بود که ساختن بنیان فرهنگی، بنیاد فکری و آموزش اجتماعی و سیاسی به نحو درست انجام نشد در این مملکت. دیکتاتور رنگ و روغن میزنه، خب دوست داره ظاهر رو درست کنه، مغازه ها خیلی خوش رنگ باشن، نمونا قشنگ باشن، خیابان ها رو درست کنه، اما دلش نمیخواد که مردم دانا باشه، آگاه باشه. مردم رو به خواب رفته طلب میکنن، به جدی که بیداران زیر بار زور نمیرون. بنابراین هرچه به تعداد بیداران اضافه بشود، اوضاع احوال دیکتاتور خب بدتره. مجلس پنجام بزنگاه بوده، بزنگاه تاریخی بوده، مجلس ملی. اینا از میان این مجلسیان، با اینکه معلوم بود نتیجه چه خواهد بود در آینده، در صورتی که عرض کنم که اون کاری که میباستی میکنن کردن، پنج نفر از اینها گفتن که آقا ما میرویم به نفع آزادی و قانون مشروط رای. از این پنج نفر اون چهار نفرش مطمئن نبودن به خودشان، جز یک نفر که اونم دکتر مصدق از بن دندان فهمیده بود که این داستان استبداد در مملکت نمیخواد و از بن دندان پشتیبان آزادی بود. است گفته است اگه من رو تیکه تکه بکنه و این آسد یعقوب انبار هزار فوش به من بدهد، من مخالفم که شما قاجارا رو خلع بکنید و این رضاخان که مرد لایقی است شما بیان شاهش بکنید. آزادی رو میفهم، ولی بقیه مجلسی ها چی؟ رأی دادن که بشه. بعد گفتن ما ترسیده بودیم، اینقدر قزاق بیرون رأی گذاشته بودن که ما وحشت میکردیم، میگفتیم نه. خب راست هم میگفتن. البته تقی‌زاده میگوید من وقتی گفتم نه و آمدن بیرون وحشت کردم، میلرزیدم که تا خودم به این درشکه برسانم. بخونید کتابش زندگی طوفان، که نکنن به چاقوتو شکنم من بکنن قزاقا. اما مجلسیان که نمیواستی میترسیدن. آقا مجلسی که مجلس نشین که ترس نداره، نماینده ملت. مگه نماینده ملت میترسه از چیزی؟ مثلا عرض میکنم این فرهنگ ما، هر صحبت که بر روی هم که نگاه بکنیم، یه فرهنگ استبدادی است و البته آزادی خواهان بودن، میل به آزادی به خصوص سر 30-40 سال است که شعله ور هست، اما فرهنگ دست و پاگیر استبدادی داریم متاسفانه اینجوره. یعنی وقتی بچه به دنیا میاد از همون ابتدا استبداد آغاز میشه، در گوشش نمیدانم آیه آیت الکرسی، این همون از استبداد از اونجا شروع میشه. آقا به شما چی که آیت الکرسی بخونه در گوش بچه؟ این بچه باید بزرگ چه تشخیص بده آیت الکرسی چیز خوبی هست یا نه، یا دعای فلان. حالا بچه در اون سن چیزی نمیفهمه، اما آغاز میشه از اونجا. 5-6 سالش که شد نمیدونم یه رو سربند به کلش میبرن که تو عرض کنن که ذاکر حسینی، میبرنش نمیدونم یه چیزی هم به سرش میزنن، از همونجا دارن سلب شخصیت میکنن. و این چیپای خیلی لطیف، این در واقع سخت افزار کله این بچه رو دارن خراب میکنن از همونجا. می نشینی یا علی بلند میشی یا علی، یعنی که ما خود به شخص توان بلند شدن نداریم، ما باید یا علی هم بگیم. مسخره نیست؟ تو که میتونی بلند شید که یا علی، برای چه زمانی هم که زمین گیر شدی علی هم کمکت نمیکنه. این هی یا علی یا علی برای چیه؟ به داستان الله و عرض کنن که خداوند تبارک و تعالی و اینا به فرهنگ استبدادیست در خانواده ها تدریس میشه. در واقع با شیر اندرون شد و با جان به در رود. بعدش هم مرتب بچه رو باید بترسانی، از آجان بترسانی، از شاه بترسانی، از آخون بترسانی.
کتابا رو میخونیم، همه اینها عرض کنند که یه چیزی از استبداد درشون هست. و هرچه شهرها بزرگتر بودن فرهنگ استبدادی البته بیشتر بود. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که در ایزه و مالمیر مثلا نواحی بختیاری مردم بسیار آزادتر بودن تا قدرجون و قمشه و اصفهان، به خاطر اینکه اونجا محل نفوذ آخوندها و دکان آخوندها اونجا گرم بود. این فرهنگ استبدادی دینی و استبداد دولتی اونجا بود در بیابانهای ایران، منفعتی برای اینها نداشت که آخوند بره در نمیدونم یک دهی آقا گل مثلا اونجا بنشینه، چیزی گیرش نمیومد. مردم آزاد بودن، یک کمی آزاداندیشتر بودن. اگر نگاه بکنیم هر موقع این مملکت دوچار مخمصه جدی میشد باز این قبایل بودن میآمدن کمک میکرد، هم سلحشور بودن، دلاور بودن و آزاده تر بودن، بسیار آزاده تر بودن از مردمان شهر. حالا وقتی که شهرنشینی و مدنیت جدید آمده است که این راه کشیدن ها البته بسیار اقدام خوبی بوده، اما از یک سو استقلال این دهات رو هم از بین برده و دولت رو بر همه ابعاد زندگی اینا حاکم کرده. فکر نکنید این رو جاده کشیدن ها برای گسترش اقتصاد بوده، نه، که پاسدار بتواند در اسرع وقت خودش رو برساند اونجا. این دست استبداد گسترده شد، یعنی اون چه لازمه جامعه مدرن هست که آزادی بود و قانونمندی بود و روند دموکراتیک در جامعه بود، به دست نیامد. اون مقداری هم که آزادی به طور طبیعی و قبیلگی بود در این قبایل اونم از بین رفت. وضعیت ما امروز بسیار بد هست از این دیدگاه. حالا در این باب باید صحبت کنیم. حالا برمیگردیم سر داستان دیالوگ و مونولوگ. دیالوگ یعنی دو نفر با هم سخن گفتن. وقتی که ما یک سخنی را آغاز میکنیم، عرب هم میگوید و شاور هم فی الامر، که این هم برخواسته از یک آزادگی قبیله‌ای است و بعد از اینکه استبداد اسلام در مدینه شد کسی با کسی دیگر مشورت نکرد، چون نیازی نبود، چون قدرت به قدر کافی آمده بود. وقتی ما آغاز میکنیم به مشاورت و گفتگو، در یک باب تردید داریم، نمیدانیم حقیقت چیست. حالا ممکن است یکی رئیس قبیله باشه، ممکن است یکی رئیس مملکت باشه، نمیدانیم چیست. شروع میکنیم به سخن. وقتی که من نوعی مثلا فرض فرمایید با یک شخص دیگر یا دو نفر یا سه نفر یا ده نفر دیگر میشم در باب یک پروژه‌ای در خصوص ایران یا هر چه صحبت کنیم، نمیدانیم واقعیت چیست، حقایق کجا هستن. از این داد و ستد فکری است و به قول بعضی کسان تضارب اندیشه هست که ما حقایق رو به بهترین نحوی که میسر برای ما هست پیدا میکنیم. اگر سخن من اشکالی داره دیگران میفهمن، به من میگن آقا اینجا اشکال، این کار اگر چنین بکنیم چنین خواهد بود، اگر چنین بکنیم چنین خواهد شد. این میشود در واقع گفتگو، دیسکورس، گفتمان به قول جدیدی ها، لغت گفت. در دستگاه استبدادی ما چنین چیزی نداریم. یک نفر امریه ساده میکنه، بقیت و جش سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون، باز گوش کن. حالا از فرمودی موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما دنباله این داستان مونولوگ و دیالوگ که در این کتاب به خوبی بهش پرداخته شده پی بگیر. Thank you.
ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. Thank you.
چه غم هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-0607. سپاسگزاریم. با درود بر شما هموطنان گرامی، یکی از زیباترین آوازهای ایرج رو شنیدیم با ساز استاد جلیل شهناز. اینجا از معدود جاهایی است که این لکتیو دفیسیلیو اینجا کار کرده. در واقع شعر به نیگونه نبوده. آقای دکتر نیر سینا هم که یک زمانی اشعار رو کنترل می‌کردن، مثلا که توجه نفرمودن که نه ره فرار دارم نه دلیل آشنایی. یعنی در روزگار سعدی وقتی آدم گیر می افتاد در یک بادیه‌ای، یک وادیه‌ای، دو راه برای بیرون آمدن داشت. یکی این که عرض کنم که راه فرار داشته باشد که میسر نبود، یا یک دلیل آشنا، یعنی یک قافله سالاری که راه ها رو بلد باشد. نه ره فرار دارم نه دلیل آشنایی. شعر رو عرض کنم بدین وجه نوشتن و دادن خدمت این مرد بزرگ، خواننده بزرگ. بله، بدین صورت در آمد است که نه ره فرار دارم نه چیز اشتیاقی یادم رفت، یادم یه خدمتون میگم. بله، دلیل آشنایی. دلیل رو چون معنیش شاید نفهمیدن در این از کنم نسخه‌هایی که بعد می‌نوشتن کردنش به این وجهی که خونده شد. اما یکی از زیباترین آوازهای ایرانی بود که شنیدیم و سپاسگزاری می‌کنم. این هدیه آقای جیوه بوده است. روی نوار دیدم رسیدیم. نه طریق آشنایی، ببخشید، نه راه فرار دارم نه طریق آشنایی، که خب معنی میده، بسیارم قشنگه. اما تجسم اون روزگار و خود تو طبیعت شعر، نه راه فرار دارم نه دلیل آشنایی، تو نسخه قدیم.
بله امیدوار هستیم که ایرج پایدار بماند و ما دوباره صدای ایشان را بشنویم. خب برمیگردیم سر مطلب این استبداد. عرض کردم که پس فراموش نکنیم این خصلت های استبداد، یعنی هر کسی که چماق دستش بدهید این چند تا چیز رو داره: یکی توطئه میکنه، دو مزدور جمع میکنه، سه جاسوس حتما داره، و چهار دیکته میکنه. یعنی دیکتاتور در واقع هم معنیش همون میشه، دیکته میکنه، دیالوگ ما نداره. در حالی که عرض کنم که شما فرهنگ مغرب زمین رو نگاه کنید از ابتدا میبینید که یکی از شاهکارهای ادبیات و فلسفه که جمهوریت افلاطون باشد گفتگوست با شاگردانه. افلاطون مطلبی رو مطرح میکنه، یک شاگردی استدلال دیگری میکنه، افلاطون استدلال خودش رو میکنه، این به طریق دیالوگ پیش میره و حقیقت معلوم میشه. بین ما خودمان که وقتی مینشینیم در یک مجلسی صحبت کنیم اونجا هستیم، گوش هم میدیم، اما گوش میدهیم ببینیم که چه کسی با حرفای ما در واقع موافق است و داره تایید میکنه. اگر جز اون باشه یا به خشم میاییم یا ناراحت میشویم یا کینه طرف رو به دل میگیریم یا اینکه تظاهر میکنیم که بعد شنیدیم. این است که خیلی کم بین ما تفاهم از این دیدگاه است که این گفتگو و دیالوگ در واقع برای کشف حقیقت باشه. دیکتاتور که به جای خودش، حالا همه ما بچه که بودیم بودن آقا رو حرف بابات حرف نمیزنیم، هرچی پدر فرمودن سوگیر چشم قربان، یا هرچی معلم گفت اطاعت میشه، یا هرچی ارباب گفت بله قربان. حالا دیگه به اعلی حضرت و ایناتی برسه که دیگه اصلا کلام ملوک، ملوک الکلام، داستان محمود رو گفتم خدمتون به نقل از نظامی عروضی، یک بار خدمتون عرض کردم این خیلی مسئله کلاسیکیست که میگفتن که خیلی خوب بیرونی منجم هست، البته بیرونی مرد عالم بزرگی بود، نظیر بیرونی ما نداشتیم در این شیوهی که او بود، مرد حکیم دانشمند در حضور بیانان ساختن البته، اما به هر صورت گویای یک حقیقتی از این فرهنگ بوده که میگوید محمود برداشت روی یک کاغذی نوشت که من یک دری ایجاد میکنم در بخش شمالی مثلا و از اینجا بیرون میرم، گذاشت زیر دوشکشو به بیرونی گفت این باغ دو تا در باشه شرقی و غربی، گفت تو که منجم هستی بفرما ببینیم که سلطان میخواد از یه در بیرون بره، از کدام در میره. خب طبیعتا فکر کردن که بیرونی خواهد گفت خب بالاخره یا مثلا شرقی یا غربی، فکری کرده است و اون رم به استولا عرض کردن بیرون از این کارا نمیکرد چون معتقد نبود به استرولوژی، اینا در ردیف جنگیری و سحر ایناست، اما در آوردن داستان رو ولی گفت خیر از این هیچ کدوم از اینها بیرون نمیده، بلکه کلنگ میآورن و بر دیوار مثلا شمالی یک در ایجاد میکنن و بیرون خانه میرن. این امر سلطان نوشته، گفت بیارین از یک بلندی پرت کنید پایین، بردن از یک بلندی پرت کردن، گیر کرد به یک شاخه درخت و سالم آمد به زمین. گفتن گفت آوردنش پیش سلطان، گفتن آقا تو که منجم بودی پیش بینی نکرده بودی که سلطان میگه شما رد بندازن اینا؟ گفت چرا والله نوشتم در منزلم اینا نوشته آقا امروز ما میریم سلطان به ما خشم میکنه و ما رو از یه بلندی میاندازن پایین، صدمه نمیبینی. محمود به خشم آمد، دستور فرمود که اینو زندانیش بکن. بعد که زندانش کردن یکی دو سال گذشت گفتن آقا این بیچاره بیرونی که درست گفت، چیزی اشتباه نگفت، نه خطاش این بود که چرا حرف من رو باطل کرد، چرا فهمید. گفتم بله قربان درست میفرمایید، البته کلام الملوک ملوک الکلام، یک همچین مهملی غلیظی رو نمیشود عمقش رو پیدا کرد به لحاظ صفاحت. یعنی هر چه من گفتم اگر صفی هم هستم فقط به خاطر این که قدرت در دست من است بقیه واسه خفه بشن حقایق امور رو بیان نکن. حقایق پیشا پیش برای مستبد کاملا معلوم هست، میاد ابراز بکنه، میاد
تأیید هم نمیاد بگیره در واقع، میاید اعلام بکند و به انقیاد به اون حرف و اون استدلال دعوت بکند. شما نگاه کنید به این، عرض کنم که مردمی که در مساجد هستن و یک آخوند از خدا بی خبره، شکم پرسته، جاهلی نشسته اونجا که از هیچ چیز این جهان هیچ خبری نداره جز یک مستخنان لا طائل، نشسته اونجا حرف میزنه، نگاه کنید به قیافه آدم ها، ما تو مبهود، یک سره عقل رو تعطیل کردن، نشستن به حرفای این گوش میکنن، سمون بکمون امیون اما نیستن، چون چشماشون میبینه هر چی دلش میخواد میگه، هر مهملی که این پیدا میکنه در قوطی اون لاتاهلاتش و مهملاتش میبه به خورد مردم میده، به جهت این از یک موضعی صحبت میکنه که موضع قدرته، آخونده لباس عربی تنش کرده، ما میترسیم از عربا، وحشت داریم، ما اون چه از عربیست میترسیم، نه که الزامن ما از این عربا بترسیم، ما از ماهیت اون چه از عرب آمده میترسیم. اینم دلیل نیست که عرب آدم های بدی هست، بعد تعبیر نفرمید، اما ما میترسیم به جهت اینکه الله از اوناست، بهشت و جهنم و دربان جهنم و نمیدونم وقتی مردی میاد بالا سرت به زبان عربی از سوال میکنه، بعد نمیدونم همه اینا عربی ائمه همه از این زبان بودند و اینا، ما از اینا وحشت داریم. این آقا هم نمایندگی میکنه اونها رو، امام زمان رو نمایندگی میکنه، جعفر صادق رو نمیدونم، امام باقر رو نمیدونم، قرآن رو، همه اینها، به خصوص که بینابین یک چهار تا کلمه عربی هم از کنند کتابش بیان میکنه، کاملا ما رو وحشت زده میکنه که هیچ جرأت این که سوال بکنیم نداریم، هر چی دلش بخواد بگه اون میده، و ما جرأت رویارویی با این استبداد فکری که عرض کردن وحشتناک‌ترین استبداد همین استبداد اسلامی بود و سایر ادیان، به خصوص این یکی استبداد بسیار شدیدتری است و ما هرگز جرأت نکردیم در باب یکی از نکات این و یکی از در واقع عرض کنم امور مربوط به فقه یا دی غیر فقه اینها یا دستوراتش یا نظرهای علمی غلطش یا سخن در باب انسانش که همه اینها خطا بوده و اشتباه هست، میبینیم که اشتباه اصلا جرأت نمی کنه، میترسیم، ما رو ترسوندن، میترسیم بگیم آقا یعنی چه انسان را از گل کوزگری ساختی؟ ارگانیک انسان، گل کوزگری ارگانیک نیست، نیم ساعت بعد میگویی که از لجن گندیده ساخت. هیچ کس جرأت، ما جرأت نکردیم آقا این تضاد ها از کجاست؟ یکی دو نفر، فقط دو نفر آقا، دو نفر در تمام این تاریخ دو نفر نقد دین کردن، شاید بگوییم سه نفر، کسروی هم بگذاریم کنار، ابن راوندی و محمد ابن زکریا رازی، یکی رو که تخته کردن و فرار کرد بیچاره و گریزان بود، یکی هم کتاباش آتیش زدن، یکی هم کشت. اینا در مقابل این استبداد ایستاده بودن که آقا نه چنین است، نه چنین است که میگویی. به محض این که با مغلطه مصادره به مطلوب یا بگین the question میگوید خداوند میفرماید، ما خل سلاح بشیم، یعنی در واقع ما را از شخصیت خالی کردن. همین استبداد دینی این زمینه استبداد سیاسی رو استبداد دینی فراهم کرده که ما آلت فعلیت یافتن اولوالامر هستیم، ما کاره نیستیم، ما منشأ اثر نیستیم، ما هیچیم، صفریم، ما باید گوش کنیم و انجام بدیم. شما دیدید که عرض کنم که در دین بگویم سوال کن یا فکر بکن، همچی چیزی نیست، مغلطه ها البته است. تفکر یک ساعت به اندازه یک سال عبادت است، این شعاره. تفکر بکنه آقا، آدم تفکر کنه، سوال برش پیش بیاد، سوال برش پیش بیاد، میخواد سوال بکنه، بحث کنه، جایی برای این کار نیست. سهل است که گفتن آقا هر کسی نجوم بخواند، ریاضی بخواند، این کافر میشود، اسنادش همه هست، اسناد تاریخیش هست.
خود مولا علی در نهج البلاغه میفرماید گرد نجوم نچرخید. به جهت اینکه کسی که به عظمت این دستگاه پی برد، به عظمتش که نمیشد واقعا پی برد. دیگه سخنان پیش با افتاده رو قبول نمی کنیم. عرض کردم این آنتیدوت خرافات دو چیزه، یکی نجومه، یکی فلسفه است. در واقع اولین ضربه کاری رو بر پیکره همین استبداد مسیحیت نجوم وارد کرد. کپلر، گالیله، کوپرنیک، اینا بودن که بی اعتبار کردن. حالا ما یه آخون صحبت کن، ببینیم معجزه رو ببینیم، میگوید و از شمس و کفرن، یه کلام پیش با افتادن و بعد میگوید ستارگان تاریکی میگیرن، به جهت این که نمیدانستن که آقا این ستاره هایی که میبینیم بعض اینها کهکشان هایی هستن، میلیارد ها خورشید دارن. گمان میکردن که اجسام منیر هست و اجسام مستنیر هست. جسم منیر ما فقط خورشید داریم، بقیه آسمان نورش رو از خورشید میگیرن، غافل از این که این نور این خورشید اگر شما از پلوتو که در واقع از رده سیاره خارجش کردن، یک سنگ سرگردانی است که میچرخه، نگاه کنید که 6 بیلیون مایل فاصله داره تا خورشید، نمیبینید خورشید رو، کورسویی با دوربین اینا تا چه رسد به اینکه این کهکشان رو روشن بکنه. 100 بیلیون خورشید در این، فقط این عرض کنم که همین راه شیری هست، 100 بیلیون خورشید، من نمیدونم 100 بیلیون و 200 بیلیون، ولی 100 بیلیونش حتمیه. خیال میکنه اینا چیزا رو میگفتن بعد روز قیامت که میشه اینا میریزن روی زمین، نمیدونم نجومشون بوده. جرأت میکنه کسی حرفا رو بزنه؟ من اون تو بهتر میدونی یا خدا؟ خداوند فرموده. خدا فرموده یعنی چی؟ خداوند هیچ چیزی نفرموده، اینا رو آدم ها فرمودن. بنابراین این در واقع آماده کردن ذهن ما برای انقیاد و تسلیم در مقابل قدرت، ذهنیت دینی آماده کرده. کشور اسلامی رو نگاه کنیم، در مقابل دیکتاتورها همه تسلیم، دستا بالا. از لیبی بگیرید تا افغانستان، امروز هم حالا به زور بمب و به زور نمیدونم ارتش قوی، چند ارتش قوی آمدن یه آدمی رو گذاشتن انتخابات، هر روز طالبان میبینیم هر روز داره سپسید چه تا حمله بکنه که برگرده به اون روزگار سابق طالبان، یه ادم کمکش میکن، کمککار دارن. خب جهال همه جا هستن، دموکراسی نداریم در اسلام. یک کسی میلشیند اونجا اوامر الهی رو که به فریق سنت به دست آورده اعلام میکنه، بقیه هم کورش هم قبول کنن، چه سوالی چه جواب. یه امان الله خانی بود، بیچاره مرد پیشروی بود، مرد بزرگی بود، خودش خانومش اینو برای افغانستان کار میکردن، در واقع برابری زن و مرد اعلام کردن، دخترها رو مدرسه میفرستادن، چه مایه پرستیژ این امان الله خان به دست آورده بود برای افغانستان. بانو ثریا خانومش اینا با شدن از افغانستان سفر کردن که در واقع مناسبات دیپلماتیک افغانستان رو با جهان گسترش بدن، قراردادهای مفید برای افغانستان بیاورن که میآوردن هر جا میرفتن این مرد بزرگوار رو میپذیرفتن. کودتا کردن، بچه سقو یک راهزنی رو عکسش هست اینا، همه مدارکش هست، آمدن به آخوندها و شروع کردن دولت مردای امان الله خان رو با میخ طویله به زمین کوبیدن که این غیر اسلامی بوده. این مقاله زیبایی مرحوم فروغی نوشته در باب همین بچه سقو، اصطلاحا هم بچه سقا میگن. باری اینها در واقع روحیه انقیاد و تسلیم توسط دین در ذهن ما گسترده شده. حالا تصور نفرمایید که ما مردم بر اثر اسلام دینی شدیم، خیر این خطاست، ما دینی بودیم، دینی ترین آدم ها ما ایرانی ها بودیم همیشه. عرب هرگز دینی نبودن، روحی عرب روحی دینی نیست، روحی این جهانیست.
عاشق قدرت هست و اسب و باز و شکار و شراب و قمار و طلا. معنویتی نداشتن. شما یه مولانا پیدا نمی‌کنی یا یه عطار. در فرهنگ عرض کنم که همسایگان ما زندگی امروز اشرافشون هم به همون وجهی است که در روزگار پیش از اسلام بود. این است که هی ما در چیز نکنیم، گمان کنیم که ما کاسی از آش داغ‌تریم. نگاه کنید به همین عربستان سعودی که زادگاه اسلام هست، اینا خدا و سنت، خدا و قرآن، آقا رسول هم مهم نیست. اینا وقتی مدرن شدن رسول رو هم حذف کردن. وهابی‌ها چه میگن؟ میگن آقا خدا مهمه و پیامش پستی که اهمیت نداره، ما تو سر اون بزنیم، این پسر عموشه، اون نوشه، اون نمیدونم اینا نیست. پستی مرخص، پستی پاکت میاره بیرونش مونی میره، نمیره بالا خانه بنشانی پستی رو هی تعظیم کنی، دست با پستی رو ببوسی که تو پکیج آوردی جعبه آورد. پای قبرا گریه نمی کنن آقا عربستان سعود، همچی که پای شیعه میرسه در میاره زیارتنامه و شورتی با یه چماق میزنه چهار تا فوشن میده. یه رافضی اومده اینجا گریه ازاری رو انداخته که ما باشیم. اون گونی های پول عرض کنم سر قبر سامن و لحمه رو پریشت به تو نشون دادم. سامان جان اگه پیدا کردی یه بار یه نشون بدین لطفا. یه مش گونی هست در قبر سامن و لحمه، پولای امام رضا رو یه شب دارم میشمارم، لطفا نشون بدین هموطن ما ببینم ما کی هستیم. عیب رو در خودمون باید پیدا کنیم. عرب بله حجش رو میره، این حج پیش از این که قرنها پیش از این که اسلام پیدا بشه اینا دوست داشتن این مکه رو، بتاشون اونجا بود، مرکز فرهنگیشون بود، بازارها داشتن، مشاعره ها داشتن. رفتم شیش کوچه قبر زینب رو، چه گریه ها میکردم سر قبر زینب. کار ماست اینا که دیگه عربا نمیده به ما این کار رو بکنید که ما قوم گریه کنی بودیم از قدیم، به کمترین بهانه گریه میکردیم. شاید به خاطر لطافت روح ما بوده، نمیدونم، شاید آدم های خیلی دراماتیکی هستیم، اما زاری میکردیم. حتی پهلوانان بزرگ ما در شاهنامه گریه میکنن. عربا که گریه نمیکنه که، گریهش اصلا نمیاد به این چیزا، مگر گدایان همین کربلا و اینا که اونم عرض میکنم که بر اثر کارها خود ما بوده، هرچی طلا داشتیم بردیم اونجا، اینا شدن مراکز نفوذ این بخش از فرهنگ ما، همین نجف و کربلا و اینا. تفاوت این بود است که در روزگار قدیم ما یک دین ملی داشتیم، یک معتقدات داشتیم، ایرانی بود. مرسی سامان جان، فکر میکنم که یه ایمیلی من فرستادم، قبلا هم نشون دادیم، خیلی هم ضرورت نداره عزیزم، ممنونم از شما. یه مقدار گونی پول بود که داشتن میشمردن، آخر شب بود دزدان داشتن تقسیم میکردن. برگردیم سر داستان. بنابراین در موضوع دین و احکام دین ما دیالوگ نداریم. آقا سوال نمیتونی بکنیم، جای سوال نیست، این احکام الهی است باید بپذیر. و بعد مستبد پیشا پیش حقیقت رو پیدا میکنه، میآورن یک عده رو جمع میکنن با زبانهای بسته و فکر تعطیل، این اعلام میکنه سیاستش رو، اعلام میکنه نه برای اینکه تأییدی بگیره، چون نیازی نیست که او تأیید بگیره، میخواهد بگوید که من هستم و شما مجبور به شنیدن سخنان من و مجبور به رفتاری هستید که من میگم. مونولوگش به این شکل. و بعضی هم البته زرنگ هست، سوال هم مطرح میکنن، مثلا این که خب حالا ما باید چه بکنیم؟ این معنیش این نیست که اون کسی که حاضر جوابی بده یا پیشنهادی بکنه، نه، سوال هم در آسینش داره، جوابش هم داره. کتاب با ارزشی است این کتاب، من توصیه میکنم که شما هموطنان گرامی هر سبت که دستتون رسید. بله خب
یه بخشش هم دوست دارم بخونم خدمتتون. میگوید که در سنجش اهداف عمومی یه تکویی میتوان گفت تکویی اساساً مسئله عملی است تا نظری، به این معنی که هرچند اون که در تکویی منتقل میشود یک سری اطلاعات و نظرات است، اما عقیده سازی و القای نظرات تکو هدف اصلی تکویی نیست. در اساس تکوی مستبد صاحب نظر و عقیده نیست که بخواهد اون را به عنوان موضوعی نظری به شنوندگان منتقل کند. او در تکویی بیشتر به اعلام وجود و خودگویی میپردازد و دست بالا به اعلام موضع‌گیری هایی که تماماً نیز با خودشیفتگی مفرط آمیخته است. چنین تقلایی نه به معنای ابراز عقیده است و نه از شرایط عقیده سازی در مخاطبین برخوردار می باشد، به ویژه که در ساز و کار استبدادی غالباً عقیده سازی هدف چندان قابل دسترسی نیست، چون استبداد که نمیخواد کسی صاحب عقیده باشد. شنیده که گویند که داشتن عقاید اشتراکی این جرم است، زندان میکنه فلان کس رو به خاطر فساد عقیده گرفتن. آقا مگه عقیدم فساد پذیره؟ عقیده زندان عقیدتی، اینا فقط در مملکت ما هست و کشور استبدادی بعد از 2500 سال دولت. زندانی عقیدتی شما در دیکشنری ها بیارید به من نشون میدید اصلا چیزی به نام زندانی سیاسی اصلا تعریف داره؟ اصلا زندانی سیاسی یعنی چی؟ زندانی عقیدتی آقا اینا ها. زندانی عقیدتی این فکر میکنه که حرفای مارکس خوبه، اینو باید ما 50 سال بندازیم زندان. حالا این نه جرمی کرده، نه اسلحه دست گرفته، نه نمیدونم جای رو خراب کرده، چون فکر میکنه که مارکس آدم عالمی بوده و راه حلش راه گشاست. به عنوان مثال عرض میکنم اینو باید بگیریم ما بندازیم زندان، اعدامش هم بکنیم اگه بتوانیم، اگه آمریکایی خواستن البته. میگن عقیده سازی این کار این نیست. خب بعد اینجا ما برخورد میکنیم به مسئله سانسور. این هم در راستای همین مونولوگ هست که این نویسنده بهش اشاره‌ای نکرد. مستبد بی‌عقل خیال میکند که مرکز عالم امکان هست و خلاصه موجودات هست و همه خرد جهان در دست اوست. ازش هم بپرسی میگوید که من که جاسوسام، همه چیز رو به من میگوین، منم خودم جامعه جمعی علوم معقول و منقول هستم، چه کار دارم؟ مشاورت لازم ندارم با کسی، من میفرمایم شما عمل بکنید. بعد برای اینکه هیچ گونه فکری تحریک نشود، هیچ گونه ارتباطی بین افکار به وجود نیاد، دستگاه سانسور شروع میکنم به کار. روزنامه نویسه بدبخت بیچاره یه مقاله می‌نویسه، این بایستی بره اداره اطلاعات اونجا نگاه بکنن بخونن مزدوران، و بعد که خوندن دیدن که ابراز عقیده ای نیست که اندک اختلافی با عقیده مستبد یا سیستم حاکم داشته باشه، اون رو چاپ بکنن. یعنی مردم رو در واقع اخته فکری میکنن و از شخصیت خالی میکنن. بزرگترین زیانی که در واقع در سیستم گذشته به جامعه ایران وارد شد همین سانسور. این طرفداران عرض کنم که استبداد سابق هم هیچ جوابی ندارم بدهم، به معنی که شما سخنی بگویید میگن که یک مش فلان فلان شده، یک نمیدونم کمونیست بودن، میخواستن ایران ایرانستان کنن. و مستبد در این مونولوگی که با مردم داره همواره سعی میکنه اونها رو از یه چیزی بترساند. یکی از آمریکا میترساند و اسرائیل و دشمن موهوم که اختراع میکنه، یکی هم از ایرانستان شدن ایران میترساند و کمونیست ها میترساند. خلاصه هر کسی از یه چیزی مردم رو میترساند که مردم معتقد بشوند به این امر که اگر این آقا نباشد ما بیچاره بیپدر میشیم، در به در میشیم، بدبخت میشیم یا آقا نباشیم. اینها در واقع این عناصری خدمت شما عرض کردم، امیدوار هستم که ما این قضایا رو در واقع بیشتر تعقیب بکنیم
هر یک از ما مسئولیت آزادی و استبداد به گردن فرد ما هم هست. این نیست که هی ما بنشینیم کنار بگیم ما که هیچ کاریم، هی این استبداد بوده است ما رو بیچاره کرده. این فرهنگ ما هم بوده. شما نگاه کنیم به این، از کنیم این رجال ایران 90% نکبت هایی بودن که اصلا نمیشه اینا رو اصلا تحمل کرد، اندیشه هاشون رو و رفتار اخلاقیشون و رفتار اجتماعیشون. چاپلوس، وطن فروش. نیزه بدید که یک موسیقی خیلی کوتاه میشنوید برگرد خدمت شما چند دقیقه دیگه دستم برسه به این دست. حرفی از زبانم گفت، چه کرده ای تو، چه دیدم، چه میتوانم گفت. تو مهربان نشدی، ورنه آنچه در دل بود 1000 بار فزون ناله از زبانم گفت. شما وطنان گرامی، ضمن این که صدای ایرج خواننده بزرگی ما پخش شد، من رفتم سراغ دیوان سعدی نسخه فروغی و فروغی هم همانی را تحریر کرده است که استاد ما خواندن. نه ره گریز دارم نه طریق آشنایی، نه طریق آشنایی، چه غم افتاده ای را که تواند احتیالی. چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردند، امید اون که روزی به کف افتد وصالی. به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن، که شبی نخفته باشی به درازنای سالی.
بنابراین بهترین نسخه هم در اختیار داشته آقای نگر سینا، اما در خیلی نسخه قدیم تر که با بچه بودیم و اینها خطی بود، بدیم به اشبور نه ره گریز دارم نه دلیل آشنایی، یعنی یک رهنمایی که من از این وادی بیرون ببره از چقم افتاده ای را که تواند. بله اینجا به جای احتمالی هست که احتیالی نوشته فروغی، درود بر فروغی بزرگ از رجال بزرگ بردان بزرگ وطن دوست و دانشمند ما. هر بیشتر خدمت شما که یک دوستی زنگ زدن گفتن که آقا شما گفتید لوازمات و این غلطه. و بله غلطه، ما در صحبت روزمره خیلی چیزا میگیم که غلطه، میگوییم فلانی مستخدم دولت هست که غلطه، مستخدم باستی بگیم ولی نمیگیم، میگوییم فلانی استعفا داد، استعفا داد، خب غلطه، استعفا کرد. میگوییم فلانی فوت کرد، یک سره غلطه، هیچ کس فوت نمی کنه، فوت میشه، چون هیچ که نمیخواد بمیره که فوت کنه، میگه مثل در اختیارش بوده، فلانی فوت کرد، فوت شد. میگوییم جواهرات، اخبارها، انتخاباتها، اینا هم غلطه. حالا چون فرمودید که از کنم لوازمات غلطه، شعر یادم اومد از ایرج میرزا، شعر قصیده شب جمعه، این لغت رو ایرج در اونجا به کار برده. رفیق اهل و سرا امن و باده نوشین بود، اگر بهش شنیدی به ساعت دوشین بود. بعد میگوید که انار و سیب و به و پرتقال و نارنگی، کباب بره خوب و شراب و قزوین بود، عرق به حد کمال، آبجو به حد نصاب، نمیدونم بنفشه و چی فزون زهد تخمین بود، لوازمات طرب موجبات آسایش، ز لطف حاجی امین جمله تحت تأمین بود. بس هست اون چی که گفتم و یا بگویم باز، بتول بود و قمر بود و ماه و پروین بود. یه قصیده بسیار شیرینی است از ایرج میرزا، میگه لوازمات طرب موجبات آسایش، ز لطف حاجی امین جمله تحت تأمین بود. که البته استاد بزرگوار و فقیر ما مرحوم محجوب متوجه حتما فکر کردن خطاست، کردنش لوازم طرب و موجبات آسایش، در حالی که من فکر میکنم همون ایرج گفته شیرین تره، چون یه قرینه سازی کرده. لوازمات طرب یک سکون کوتاه، موجبات آسایش خیلی شیرین تره تا بگیم لوازم طرب و موجبات آسایش. این است که خیلی ممنونم که توجه فرمودید، اما توجه داشته باشید که اینها غلطهای مصطلح هستن، هیچ اشکالی هم ندارن، منتها در نوشتن هست که باید دقت کنید که غلط تا اونجایی که میتوانی ننویسید. یک هموطنی هم از ژاپن زنگ زدن، به معنی هم که زنگ زدن من متوجه میشم که کی از استبداد سابق صداش میاد. آقا شما که میگویید که عرض کنم که مونولوگ چیز بدی است، مخالفین رو بیارید کنار دستتون اینا صحبت کنن. عزیز من این مقوله دیگری است پدر جان، آخه شما چی میفرمایید؟ ما هم که اعلام کردیم که آقا هر که حرفی داره تشریف بیاره صحبت کنیم و خطا هم که باز میکنیم. بعد از دیگر از مشکلات دیگریش که پیدا کرده بودن در حرفای ما، یکیش این بود که آقا شما میگویید نیکسون مرد لایقی بود، این آقا وقتی اومد ایران قنچی و بزرگی ها رو کشتن. گفتم به به به، استدلال رو ببینید، چون به واسطه آمدن نیکسون به ایران دانشکده فنی تظاهرات کردن و جریان کودتا و اینها و بعد دولت تیراندازی کرده و سه جوان رو کشته، این نشان میدهد که نیکسون آدم لایقی در کار سیاست آمریکا نبوده. و بعد ما گفتیم که سپهبد حاج علی رزمارا مرد لایقی بود، گفت آقا این سپهبد رزمارا چون مرد لایقی بود که مخالف دکتر مصدق بود. خب مخالف دکتر مصدق باشه آدم لایقی بوده، مخالف دکتر مصدق هم باشه، نه قرار آدم های لایق مخالف دکتر مصدق نباشه. در اون روزگار اون در باب نفت عرض کنم که اندکی انگلوفیل بودیم مرد سبب رزمارا، رب در مجلس که ما لوله هنگ هم نمیتوانیم بسازیم، چگونه میخواییم زندرف اداره کنیم، اما به لحاظ لیاقت های فردیش ما نمیتوانیم اینا رو از او بگیریم.
شما چگونه استدلال میکنید دوست عزیز من؟ از ژاپن این همه خود زحمت دارید، این هم استدلال شما میکنید؟ یک موضوعی رو میخواستم سه‌شنبه شب خدمت شما بگم، فراموش کردم، الان عرض میکنم، و اون این که با دوستی در این شانزیزید فروشگاه است اینجا، دوست عزیز دارم خوشم اونجا میریم گفت میزنیم چایی میخوریم و اینها، بعد سخن از برادرش میکرد که در 24 سالگی در اهواز او رو گرفتن بدون گناه، مسعود دانیالی، من خیلی دلم میخواد اسم جمعون رو بگم، و بعد محکوم به اعدامش کردن در همون جریاناتی که آقای سروش و دیگر رو به دانشگاه ها میرفتن و نمیدونم تصفیه میکردن و اینها، بعد به اعدام محکوم کردن و شخص قدوسی، آخون قدوسی مسلسل گرفت و این جمال رو به قتل رساند، در ایزه او رو به خاک سپردن و بعد میگفت که براش سنگ قبر گذاشتیم، بسیج آمده و بمب گذاشتن سنگ قبر رو هم شکسته. این دستور خمینی است، دستور صریح خمینی است، این مخالفان ما رو اول دستور جسد اینها رو بایستی سباع بخورن، یعنی درندگان گفتن امام خیلی داریم میکشیم، سباعی همه سباع نداریم، گفت خب خاک بکنن گور گمنام، اگر کسان مقتول بیاین و نشانی بر گور بگذارند، یعنی سنگی بگذارند، وظیفه بسیج این هست که اون رو تخریب بکنه، اگر تعمیر اون قبر تداوم یافت اون موقع بایستی بلدوزر انداخت و گور را آتش زد. این عرض کنم که برکاتی است که خمینی برای مملکت ما آورد. سنگ گور مرحوم احمد شاملو را چند بار شکستن، با مرده ها هم اینها کار دارن، سر تا پای وجود اینا پر از نفرته، به جهتی که اینها ایدئولوگ های عقب افتاده هستن. البته هر نوع ایدئولوژی که عقب افتادگی است، چون همواره ایدئولوژی از جامعه و زمان عقب میمونه، اما اینها از نوع فرومایه ترین هستن. قبر آتش میزنن از قدیم، کارشون همین بود، یا دستور میدادن در گور مثلا آدمای بزرگ اونها مثلا توالت کنن. شاه خیلی بزرگ ما داشتیم که رفته بغداد رو گرفته و دستور داده همه لشکریان بر گور ابو حنیفه توالت کنن. ببینید پستی و فرومایگی تا کجاست؟ مردی که مرده، مرد بزرگی هم بوده، اتفاقا ابو حنیفه. وقت ما در اینجا تمام شد، اول ترایی گرام با سپاس از اینجا وقت خودتون رو گذاشتیم و به این حرفای ما گوش دادیم، برداشتم در خدمت شما هستم و دنباله داستانی که شروع کردیم پی میگیریم. با سپاس از سامان و دوست دیگرمون در اتاق فرمان، از شما خدا بزی میکنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده بالا زمین.